فصل چهارم وقتی نیچه گریست دو هفته بعد برویر پشت میز مطبش نشسته بود روپوش سفید پزشکی به تن داشت و نامه لوسالومه را میخواند 23 نوامبر 1882 دکتر برویر عزیز نقشه ما جواب داد پروفسور اوربک نیز مانند ما عقیده دارد که شرایط بسیار خطرناک می باشد. او تا کنون نیچه را در چنین شرایط وخیمی ندیده بود ما تمام توان خود را به کار میگیریم تا او را به ملاقات با شما راضی کنیم من و نیچه هیچ کدام این محبت شما را در زمانی که بسیار بدان احتیاج داریم فراموش نخواهیم کرد لو سالومه نقشه ما عقیده ما نیاز ما 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 و ما برویر نامه را زمین گذاشت از هفته پیش که نامه به دستش رسیده بود شاید این دهمین ده بار بود که آن را میخواند آینه روی میز را برداشت تا در حالی که ما میگوید خود را در آن نظاره کند به شکاف باریکی صورتی لبهایش نگاه کرد که حفره سیاه کوچکی را احاطه کرده بود حفره را بازتر کرد و به کشش لبهایش مینگریز که ردیف زرد رنگ دندانهای وی که همچون سنگ قربهای نصف و نیمه بود از میان آنها به چشم میخورد مو و حفره شاخ و دندان جوجه تیغی میمون و جوزف برویر از ظاهر ریش خود متنفر بود این روزها اغلب آقایان با صورتی اصلاح شده در خیابان دیده میشدند پس او کی جرأت به خرج میداد و این همه موی بیخودی را اصلاح میکرد از خطهای خاکستری که به تدریج در سیویل سمت چپ ریش روی چانه و شقیقه ها پدیدار می شدن، بیزار بود. خوب میدانست که این رگه های خاکستری نمایانگر زمستان عمر اوست که با بیرحمی جوانیش را به تاراج میبرد. برد. راستی راهی برای توقف ساعت ها، روزها و سالها وجود ندارد. برویر از تمامی آنچه که آینه انعکاس میداد بیزار بود نه تنها از خط باریک خاکستری و دندانهای حیوانی و موهایش بلکه از بینی برجسته عقابی که نوک آن تا چانهاش پایین آمده بود گوشهای بزرگ و پیشانی بلند و بدون موی خود هم نفرت داشت تاسی مو با بی بیرحمی تمام از جلو تا پشت سر وی پیش رفته بود و در نهایت شرمساری سر لخت او را به معرض نمایش گذاشته بود. اما چشمهایش برویر کمی نرم تر شد و خوب به چشمانش نگریست. همیشه جوانی خود را در آنها میدید. چشمکی زد اغلب به خودش خود واقعی و یا همان جوان شانزده ساله درونش چشمک میزد و به او اشاره ای می کرد. اما امروز آن جوزف جوان را ندید در مقابل چشمان پدرش را روبروی خود یافت. چشمانی پیر و خسته که در میان چروک ها و پلک های افتاده و سرخ احاطه شده بود. گویی هنگامی که برویر ما ما و ما می گفت شیفته ی حالت دهانی پدرش شده بود او این روزها بیشتر از هر زمان دیگری به یاد پدرش بود لئوپالد برویر در سن 82 سالگی فوت کرد یعنی 42 سال بزرگتر از سن فعلی جوزف آینه را زمین گذاشت 42 سال باقی مانده بود یعنی باید چهل و دو سال دیگر را هم به همین شرایط تحمل می کرد. باید چهل و دو سال دیگر هم منتظر گذشته روزها می ماند. چهل و دو سال دیگر هم به این چشمهای پیر و خسته خیره می شد. واقعا راهی برای فرار از زندان زمان نبود. کاش می شد همه چیز را از اول شروع کرد اما چطور و از کجا؟ با چه کسی؟ البته که با سالم نه، او آزاد بود و می تواند هر زمان که بخواهد از زندان او رها شود. پس هرگز چیزی به نام ما میان آنها وجود نخواهد داشت. زندگی ما و زندگی تازه ما محال بود. خوب میانست که هرگز با برتانیز مایی وجود نخواهد داشت. هر زمان که می توانست از خاطرات قدیمی و تکراری برتا دور شود و از رایحه بادام شیرین پوست او بدن نرم و گرم وی هنگامی که در حالت خلسه به او تکیه میزد یک قدم فاصله بگیرد و از کمی دورتر بنگرد می که با تمام اینها برتا نیز رویایی بیش نبود برتای دیوانه بیچاره ناپخته چه رویای احمقانه است که اگر فکر کنم می توانم شخصیت او را تکامل بخشم و او نیز در مقابل خواسته ام را برآورده کند چه خواسته ای سوال همین بود من در او به دنبال چه می گردم چه چیز را از دست داده ام آیا زندگی خوبی ندارم آیا می توانم شکایت کنم که زندگیم در سرازیری است و دارد به جاهای باریکی می کشد؟ چه کسی زخم هایم بیخوابی های شبانه و وسوسه خودکشی را در من درک می کند؟ با تمام اینها مگر به تمام آرزوهایم مانند ثروت، دوستان زیاد، خانواده و همسری زیبا و جذاب و شهرت و احترام دست نیافتم. چه کسی مرا دلداری خواهد داد؟ هر کس باشد رک و پوسکنده از من میپرسد مگر بیش از اینها چه میخواهی؟ صدای خانم بیکر که خبر ورود پروفسور نیچه را اعلام میکرد کرد برویه را از جای پراند گرچه او منتظر این لحظه بود. خانم بیکر با اندامی فربه قامت کوتاه و موهای جوگندمی و عینک و ریزبینی شگفت آورش سرعت وارد اتاق مشاوره شد. در واقع چنان در نقش مشاوری خودش غرق شده بود که اصلا اثری از خود واقعیش دیده نمیشد. از شش ماه پیش که برویر او را استخدام کرده بود حتی یک کلمه هم درباره مسائل شخصی رد و بدل نکرده بودند. هرچه برویر سعی می کرد، نام کوچک او را به خاطر نمی آورد و نمی توانست او را در حال انجام چیزی غیر از وظایف پرستاری تصور کند. آیا خانم بیکر به گردش می رود یا هر روز صبح روزنامه نفری را مطالعه می کند؟ آیا حمام می رود به این چاقی چگونه در وانجا می شود؟ آیا هرگز از حمام داغ لذت می برد قابل تصور نبود؟ علا رقم که او را به چشم زنی خواستنی نمیدید اما خانم بیکر ناظر زیرکی بود و برویر همواره برای قضاوت اولیه او از افراد احترام قائل بود. به نظر شما پروفسور نیچی چگونه است؟ آقای دکتر او رفتار محترمانه ای دارد اما ظاهر آنان را ندارد گویی خجالتی است. بیشتر متواضع است و رفتار محترمانه وی کاملا با سایر نجیب زادگانی که به اینجا می آین متفاوت می باشد. او درست مانند همان بانوی محترم روسی است که دو هفته پیش به اینجا آمده بود. برویر نیز از طرز نگارش نامه‌ای که وی برای درخواست مشاوره فرستاده بود همین را استنباط می کرد. مضمون نامه این بود که وی برای انجام مشاوره به وین سفر خواهد کرد و در صورت امکان دو هفته بعد با دکتر برویر ملاقات خواهد کرد و تا زمان دریافت پاسخ تایید از سوی ایشان در بازل و در منزل دوستش اوریک اقامت خواهد داشت برویور از قیاس نامه نیچه با نامه های دستوری لوسالومه که خودش زمان ملاقات را تعیین میکرد به خنده افتاد در حالی که منتظر ورود نیچه بود میز تحریر را از نظر گذراند و ناگهان چشمش به دو تا کتابی که لو به وی هدیه داده بود افتاد دیروز در زمان استراحت نگاه کوتاهی به آنها انداخته بود و بعد با پرتی جلوی چشم رها کرده بود میدانست که اگر نیچه آنها را ببیند احتمالا درمان پیش از شروع خاتمه مییابد زیرا امکان نداشت که او بتواند نامی از لو به زبان بیاورد برویر به خود می گفت که چگونه اینقدر بی احتیاط شده ام و من با دا خودم نقشه را نقشه براب کنم. به سرعت کتاب ها را در کشوی میز قرار داد و از جای برخواست تا به نیچه خوش آمد بگوید. پروفسور آنی نبود که بر طبق توصیفات لوسالومه انتظارش را می کشید. رفتارش معدبانه بود و جسه درشتی داشت حدود 190 سانتی متر قد و 80 کیلو وزن اما ویژگی عجیب و مرموز درباره اندامش وجود داشت گویی می از میان بدن او عبور کنی پالتوی نظامی مشکی تقریبا بلند و سنگینی به تن داشت و در زیر آن ژاکت بافت قهوه‌ای قدیمی و زمختی پوشیده بود که تقریبا تمام پیراهن و کروات ارغوانی رنگ را می پوشند. همانطور که با یکدیگر دست می‌دادند، برویر سرمایه دست او و قوت کم انگشتان او را متوجه شد. روز به خیلی جناب پروفسور البته تصور نمی کنم که چنین روزی برای مسافران تازه وارد زیاد خوب و خوش باشد. او البته دکتر برویر اصلا برای سفر مناسب نیست مخصوصا برای شرایطی که دلیل ملاقاتم با شماست. من همواره آموختم که از چنین آب و هوایی دوری کنم تنها آوازه شهرت شما باعث شد که در این زمستان به شمال سفر کنم. نیچه پیش از آنکه روی صندلی که برویر برایش گذاشته بود بنشیند ابتدا کیف مندرس و برجسته شده خود را با وسواس در طرفی گذاشت و سپس برداشت و آن طرف صندلی گذاشت گویا برای گذاشتن کیف به دنبال تکیه گاهی میگشت برویر آرام نشسته بود و بیمارش را نظاره میکرد این کار احساس راحتی مخاطبش را فراهم می کرد. نیچه برخلاف ظاهر بی دارای شخصیت محکمی بود. سر بزرگ و محکم او بسیار جلب توجه می کرد مخصوصا چشمهای قهوهی روشن وی که با نگاهی جدی در زیر برجستگی پیشانی قرار داشت. نوسالومه درباره چشمانش چه گفته بود؟ اینکه گویی گوهر درونی آدم را میدید بله برویر نیز موافق بود موهای قهوه‌ای و براق بیمارش با دقت بسیار شانه شده بود علاوه سبیل های بلندی که مانند بهمن از دو طرف دهانش آویزان شده بود و تا چانه پایین می‌آمد، صورتش را نیز کاملا احساس کرده بود سبیل های وی باعث میشد برویر با او احساس نزدیکی کند برویر در خیالات خود حس می کرد که بایستی به پروفسور هشدار دهد که شیرینی ویانی مخصوصا مدل خامهای آن در حضور, در حضور جمع میل نکند زیرا مجبور بود که پس از آن به مدت طولانی خامه ها را از لابلای سبیل بلندش تمیز کند صدای ملایم نیچه واقعا غافلگیر کننده بود لحن او در هر کتاب محکم جسارت آمیز قدرتمندانه و تا حدودی خشم بود برویر بیش از قبل میتوانست تفاوت میان نیچه واقعی و از جنس گوشت و خون و نیچه اهل قلم و کاغذ را درک کند برویر بعد از صحبت مختصر با فروید حتی ای درباره این مشاوره نامتعارف فکر نکرده بود اما اکنون و برای اولین بار بسیار جدی از خود میپرسید که آیا درگیر شدن در این ماجرا عاقلانه بود یا خیر سلامه اقواگر با آن مکروهیله بزرگ خود اکنون رفته بود و پروفسور نیچه بیخبر و ساده دل به جای او نشسته بود نقشه دیدار این دو مرد با ادعای دروغین زنی بود که بدون شک در فکر توطعه های جدیدی به سر می برد. نه، برویر کوچکترین علاقه ای به مخاطر جویی نداشت اما با خود فکر کرد که اکنون باید تمام این افکار را کنار بگذارم مردی که تهدید به خودکشی کرده است اکنون بیمار من می باشد و من بعضی شش تا حواسم را متوجه او کنم سفرت چطور بود پروفسور نیچه فکر کنم از بازل آمده اید نیچه صاف نشسته بود و گفت بله آخرین ایستگاه من بود کل زندگی من به سفر کردن میگذرد و کم کم احساس می کنم که منزل واقعی و تنها مکان آشنایی که همیشه به آن باز می گردن بیماری هم باشد. برویر دریافت که او اهل این گفتگوهای کوتاه نیست. بسیار خوب پروفسور نیچه. بگذارید بدون معطلی به سراغ بررسی بیماریتان برویم. بهتر نیست که اول نگاهی به این اسناد بیاندازید نیچه این را گفت و خم شد و پوشه قطور مدارک را از کیف درآورد من تقریبا در تمام طول عمرم بیمار بوده ام اما در یک دهه اخیر بسیار شدت گرفته است اینها گزارشات کاملی از مشاوره های پیشین من است اجازه میفرمایید برویر سری تکان و نیچه پوشه را باز کرد و به کنار میز آمد و تمام مدارک که شامل نامه ها نمودارهای بیمارستانی و گزارشات آزمایشگاه را بود پیش روی او گذاشت. برویر نگاهی به صفحه ابتدایی انداخت. ردیفی از نام های 24 پزشک و تاریخ مراجعه نوشته شده بود. تعدادی از نام های معروف اهل سوئیس، آلمانی و ایتالیایی را شناخت. بعضی از این نام ها را می شناسم همگی پزشکانی ممتاز هستند حتی نام کسلر، تورین و کونیک نیز هست که خیلی خوب آنها را می شناسم آنها در وین تحصیل کرده اند پروفسور نیچه همانطور که فرمودید عاقلانه نیست که مشاهدات و حاصل کار این پزشکان زبده را نادیده بگیریم اما ضرر بزرگی است که کارم را با آنها شروع کنم این اندازه مهارت و نظرات و نتایج معتبری که می‌بینم به, قوه، به قوه خلاقیت و تصورات آدمی آسیب میزند به همین خاطر من همیشه ترجیح میدهم که پیش از دیدن اجرای نمایش نمایشنامه آن را بخوانم و یا نقدها را بررسی کنم آیا شما هم در زمینه کاری خود با چنین موردی برخورد داشته اید گویی نیچه قافلگیر شده بود برویر به خود می گفت، چقدر خوب پروفسور نیچه باید ببینید که من با سایر پزشکان فرق دارم او عادت ندارد که پزشکان درباره ساختار ذهنی صحبت کنند و پیرامون کار او سوال بپرسند نیچه پاسخ داد بله این مورد در کار من نیز حائز اهمیت می باشد. تخصص اصلی من زبانشناسی است اولین حرفه من یا در واقع تنها شغل من تدریس زبانشناسی در بازل بود من مخصوصا علاقه وافری به فلسفه پردازان پیش از سقراط دارم و همواره برایم هم دشوار بوده است که به متون اصلی دسترسی داشته باشم مفسران نسخه های فعلی متن را تحریف می کنند البته شاید ناخواسته باشد ولی آنها نه تنها قدمی فراتر از چارچوب زمان زندگی خود نمی روند بلکه حتی قادر نیستند از چارچوب زندگی نامشان نیز بیرون بیایند برویر با اعتماد به نفس بیشتری گفت آیا این کار بیزاری از مفسرانی که شخصی را در جامعه فلسفی آکادمیک گمنام نگه میدارند محسوب نمی شود؟ مشاوره به خوبی پیش می رفت. برویر توانسته بود با تسلط کامل نیچه را متقاعد کند که او و پزشک جدیدش قرابت ذهنی و علایق نزدیکی دارند. راحت میشد این پروفسور نیچه را فریب داد برویر عقیده داشت که وارد کردن بیمار به رابطه ای که در آن فرد ناخواسته و بدون اطلاع کمک بگیرد نوعی فریب محسوب میشد گمنام بدون شک من سه سال پیش مجبور شدم به دلیل بیماری از تدریس در دانشگاه کناره گیری کنم این بیماری هنوز هم تشخیص داده نشده است و به هم ام. اما حتی اگر سلامتی کامل نیست داشتم باور دارم که در نهایت نمیتوانستم با مفسران کنار بیایم و اکنون مهمانانی ناخوانده بر کرسی استادی بودم اما پروفسور نیچه اگر تمامی مفسران تنها در چارچوب زندگی در... اما پروفسور نیچه اگر تمامی مفسران تنها در چارچوب زندگی خودشان محدود شده اند، شما چگونه می توانید از چنین محدودیت مشابهی رها شوید؟ نیچه گفت ابتدا به این محدودیت ها را مشخص کنیم سپس بعد بیاموزیم که زندگی خود را از چند قدم دورتر نیز نظاره کنیم. البته افسوس که گاهی اوقات شدت بیماری چشم انداز روح هم را نیز مختل می کند. این موضوع از چشم برویر دور نماند که این بار برخلاف او نیچه بحث را به موضوع بیماری کشاند و دلیل ملاقات هم همین بود. آیا کمی سرزنش در سخن نیچه وجود نداشت؟ اما سریع به خود گوش زد کرد که اوه جوزف سخت نگیر به زور نمیتوان اعتماد بیمار را نسبت به پزشکش جلب کرد. با یک مشاوره صحیح خود به خود این اتفاق خواهد افتاد. برویر اغلب خود را از جهات مختلفی در زندگی نقد می کرد. اما در مام یک پزشک اعتماد به نفس خارقلاده ای داشت. غریزه وی میگو گو واسطگری، وسوسه، نقشه و توته ممنوع مانند همیشه ساده و حرفه ای رفتار کن. اجازه دهید به سراغ کارمان برگردیم پروفسور نیچه منظورم از گفتن آن حرف این بود که ترجیح می دهم پیش از آنکه این سوابق پزشکی و آزمایشات را بخوانم از خودتان درباره بیماری بپرسم و شما را معاینه کنم. در ملاقات بعدی سعی خواهم نمود تا جای ممکن گزارشی جامع را گردآوری کنم. برویر برگ کاغذی جلوی خود گذاشت و ادامه داد از نامه‌ای که فرستادی تا حدودی شرایط شما را درک کردم. اینکه شما از ده سال پیش دچار سردرد و علائم بینایی شده اید و به ندرت از بیماری خلاصی یافته اید و همانطور که گفتید این بیماری شما را راحت نمیگذارد و اینکه تا امروز و پیش از دیدار با من 24 پزشک در کمک به شما ناتوان بودند این تمام چیزی است که از شما میدانم بنابراین اجازه می دهید شروع کنیم در ابتدا مایلم که همه چیز را از زبان خود شما بشنوم این ویدیو برای صفحه نوید داریا تهیه شده است.